سلام و درود به همه گی دوستای عزیز امیدوارم که حالتون خوب باشه امینی وایت هستم و امروز میخوایم یک هوش مصنوعی خیلی خفن رو بهتون معرفی کنیم که اومده در واقع تمامی هوش مصنوعی ها رو جمع کرده توی خودش و به راحتی شما میتونید از اونها استفاده کنید به عنوان مثال میتونید آهنگ بسازید تغییر صدا رو انجام بدید یا بیایید تغییر چهره رو انجام بدید روی ویدیو حتی بیایید طراحی عکس بکنید یعنی متن بدید عکس تحویل بگیرید و کلا بهترین ها رو داخل خودش جای داده چیزی که میخوایم معرفی کنیم پوشه مصنوعی پینوکیو هست که لینکش رو من توی دیسکریپشن همین ویدیو و داخل کانال تلگرامی براتون قرار میدم زمانی که شما وارد این سایت شدید بعد ابتدا بیاید یه دونه برنامه داره برای خودتون دانلود و روی سیستمتون نصب کنید برای این کار کافیه که ابتدا بیایید داخل این سایت و روی گزینه دانلود که اینجا به رنگ مشکی هست یک بار بزنید تا وارد این صفحه بشید حالا اگر کاربر لینوکس هستید خب از نسخه لینوکس استفاده کنید اگر مک دارید از نسخه مک استفاده کنید من چون ویندوز دارم میام اینجا گزینه ویندوز رو انتخاب میکنم و این دکمه مشکی رنگ رو میزنم تا دانلود برای من شروع بشه حدود 79 مگابایت حجم داره که میتونید دانلود کنید و روی سیستمتون نصب کنید من قبلا اون رو دانلود کردم میام اینجا دو بار روش کلیک میکنم تا برم برای نصب این برنامه خیلی خفن و کاربردی اینجا شروع میکنه برای من نصب رو انجام میده دوستان توجه داشته باشید که اگر هنگام نصب به چنین اروری برخوردید طبق چیزی که خودشون گذاشته کافیه که بیایید مور این رو بزنید و این گزینه رو انتخاب کنید تا نصب براتون انجام بشه برای من این ارور رو نداد خوشبختانه و مستقیم رفت برای نصب شدن خب اینجا آلو رو من انتخاب میکنم توی این صفحه به ما میگه که تم میخواید چه جوری باشه اگر میخواید همین شکلی سفید رنگ باشه که میذارید روی لایت باشه اگر هم میخواید چشمتون اذیت نشه به نظر من بذاریدش روی حالت دارک و سیو رو اینجا بزنید تا عملیات ذخیره بشه و بریم برای ادامه کار خب تا اینجا یه کار ما اومدیم با موفقیت این برنامه رو روی سیستم خودمون نصب کردیم برمیگردیم داخل همین سایت من بک میزنم تا برگردم توی صفحه اصلی میام پایین تر میبینید که اینجا کلی هوش مصنوعی داره که شما از هر کدوم که دوست داشته باشید میتونید استفاده کنید به عنوان مثال من میخوام تعویز چهره این هوش مصنوعی رو تست کنم میام این گزینه رو انتخاب میکنم تا وارد این صفحه بشم اینجا گفته که بیا این دکمه رو یک بار بزن تا فایل های مورد نیازش دانلود بشه و روی برنامه ردیف بشه خب من اینجا دانلود رو میزنم اینجا گفته که برنامه پینوکیو رو باز کنم میگم اوکی بازش کن و توی این صفحه برام اطلاعاتش رو میاره در نهایت من میام اینجا دکمه اینستال رو میزنم تا این شروع کنه طی 6 تا مرحله فایل های مورد نیاز رو دانلود و برای من نصب کنه من منتظر میمونم تا این کار انجام بشه برای اینکه وقتتون گرفته نشه ویدیو رو میزنم کم جلو و در نهایت ادامه کار رو با هم انجام میدیم. یس yes, رو اینجا انتخاب میکنم ویژوال استودیو رو میخواد برام نصب کنه. منتظر میمونم تا نصب اینم برام انجام بشه. دوستان یک سری از پیش نیازها شروع میکنه به نصب شدن و در مراحل بعدی دیگه اینها براتون برای نصب نمیان حالا چون من ویژوال استودیو رو نداشتم قبلا الان اومده داره برام نصبش میکنه ولی اگر شما از قبل این رو نصب داشته باشید دیگه خودکار میره برای مرحله بعد و در مراحل بعدی هم اصلا براتون دیگه نمیاره و لازم نیست هر بار بیایید اینها رو شما دانلود کنیم خب اینجا به همون پیام میده که نصب با موفقیت انجام شد برای ادامه بی اوکی رو بزن خب من اینجا اوکی رو میزنم خب اینجا دانلود رو حالا یک بار دیگه میزنم تا بقیه چیزهایی که مورد نیاز هست رو یکی یکی برای من دانلود و نصب کنه به همین راحتی شما پلاگین مورد نیازی که میخواید ازش استفاده کنید رو دانلود و نصبش کرد خب دوستای عزیز من اومدم یه دونه پلاگین دیگه هم نصب کردم برای ساخت زیرنویس حالا میخوام بیام از این پلاگین استفاده کنم کافیه که بیایید این دکمه رو اینجا بزنید تا این پلاگین شروع کنه به کار کردن منتظر میمونم تا پلاگین اجرا بشه بله همونطور که میبینید به صورت کاملا اتوماتیک صفحه مرورگر من باز شد و حالا اینجا شما میتونید بیایید یا فایل رو از داخل سیستمتون اینجا آپلود کنید یا بیایید اینجا یوتیوب رو انتخاب کنید و لینک اون فایل رو اینجا قرار بدید یا از دو تا گزینه دیگه برای آپلود کردن ویدیو استفاده کنید در نهایت بعد از اینکه فایل ویدیویتون رو اینجا آپلود کردید میایید از این قسمت مدل زبانی رو انتخاب میکنید که من ترجیح میدم روی همین گزینه باشه اندازه زیرنویس ویدیو منظورمون هست توی قسمت لنگویج باید بیایید زبان ویدیوتون رو انتخاب کنید یعنی اگر زبان ویدیوتون بر فرض مثال فارسی بود کافیه که بیایید از بین زبانهای موجود زبان فارسی رو اینجا انتخاب کنید در نهایت بیایید اینجا فرمت فایلتون رو انتخاب کنید که چی باشه SRT باشه و VTT باشه یا TXT باشه که من میخوام همون SRT باشه اگر دوست دارید زیرنویس به انگلیسی هم ترجمه بشه کافیه که بیایید این تیک رو هم شما اینجا بزنید دیگه بقیه گزینه ها پارامتر هاشون اینها دست خودتون هست که اگر دوست داشتید میتونید اینها رو تغییر بدید در نهایت کافیه که بیایید جنریت رو اینجا بزنید و منتظر باشید تا زیرنویس رو به شما تحویل بده به همین راحتی میتونید از این باکس هوش مصنوعی خفن استفاده کنید امیدوارم که از این آموزش لذت کافی رو برده باشید اگر هنوز کانال یوتیوب ما رو سابسکرایب ندارید خوشحال میشم که سابسکرایب کنید زنگوله کنارش رو هم بزنید تا اگر ویدیوی جدیدی براتون قرار دادم بتونید ویدیو جدیدمون هم مشاهده کنید موفق و پیروز باشید